عرض کنم که سامان پرسیده این بری ها، البته منظورش اروپایی ها هستش، این بری ها معتقد به اسلام و عموما چپ ها بی اعتقاد به اسلام هن. ولی در مقابل ببخشید، ولی در مقام عمل با یکدیگر همکاری میکنن. پایه همکاری آنها مبارزه با راست است. این یک مشکل اساسی است برای حل آن. آیا راه حلی وجود داره؟ نمیدونم تونستم درست بخونم یعنی دوباره برد. بله بله میگه که این بر اروپایی ها و به حساب این بر اروپایی ها چپ هاشون با اسلام خودشون مشکل دارن و اما چی میگم به حساب پایه همکاری اونا با اما میگه که از همدیگه حمایت میکنن برای مقابله با راستی که در اروپا وجود داره. بله درسته. اینا به حساب مقابله کردن. واقعا چه بخواید نظر شخصی خود من این هستش که من شخصا مبارزه با اسلام رو در واقع اولویت خودم میدونم، این دید شخصی منه. من خودم در واقع به نظر من بزرگترین مشکلی که جامعه ایرانی و جامعه جهانی رو تهدید میکنه خود اسلام هست و همین خاطر در واقع توی سیاستی که دارم توی چیز، مثلا فرض کنید با دوستانی که مثلا با جمهوری اسلامی مشکل دارن، خیلیشون میگن با اسلام شما مبارزه نکنید، تفرقه نندازید، بذارید کسایی که به اسلام اعتقاد دارن مثلا با ما هم جبهه بمونن. من نظرم متفاوته با این دوستان، یعنی من شخصا ترجیح میدم اون شخص مسلمانی که از الان نمیتونه آزادی بیان رو تحمل کنه، از الان نمیتونه نظر مخالف رو تحمل بکنه، اصلا شاید بهتر باشه ما اصلا چیز نکنه، فردا این سهمخواهی نکنه، بخواد دوباره همون اسلام رو برداره بیاره بذاره توی جامعه. من شخصا نظرم اینه که کلا مماشات با اسلام کلا محکومه، به خاطر اینکه در واقع تجربه نشون داده که در واقع اسلام در واقع چیز نیست، هیچ کوتاه نمیاد هیچ وقت مقابل هیچ چیزی، کاملا یه ایدئولوژی توتالیتره، هر چقدر هم بهش بگید بیشتر میخواد، هر چقدر بیشتر بهش احترام بذارید بیشتر احترام میخواد، خودش رو محقتر میدونه. خودش رو سامان میگه سوالش رو درست نفهمید. سامان جان سوالت تو سه قسمت نمیتونی بذاری، ما سخت میشه سه قسمتی سوالا رو هایلایت بکنیم. اگه میشه سوالت یه بار دیگه بپرس بعد دوباره هایلایتش بکنیم، ولی سه قسمتی نه یه قسمتی. اوکی خیلی میگه الان سامان داره میگه هر پاسخی که داره رفت. آره نه جالب اینه برای این بر نوشته سامان نوشته این وری ها، حالا ما نمیدونیم منظور از این وری ها، من فکر کردم چون بالا اشاره کرده بود که ساکن اروپا هست منظورش این بخواد باشه به حساب اروپا باشه، اما سامان جان اگه امکان داره سوالت خود واضح تر بنویس که بتونیم به حساب بخونیم و جواب درست بگیریم. ممنونم از شما. خب حالا شما ادامه بدین کرمیچه. البته البته عرضم به حضور شما که حالا در واقع بخوایم در واقع این الگوهای رفتارهای پرستشوار رو اگر بررسی بکنیم، اصولا شخص پرستنده یک کسی که یه سری تعصبات خاصی نسبت به یه سری مفاهیم داره، حالا مفاهیم الهی یا اشخاص مقدس یا در واقع چیز، این بیسیکلی اینها رو کاملا محق و خوب و در واقع چیز میدونه، مسئول از خطا میدونه، خودش رو موظف میدونه که هر کدوم از اینها رو که در واقع بخواید بهش چیز بکنید حتما باید ازش دفاع کنه، حتما باید ثابت کنه که اینها درست گفتن، حتما باید ثابت کنه اینا بدون خطا و بدون ایراد هستن و در واقع هر نظر مخالفی که در باهاش در واقع مطرح میشه در مقابلشون خودش رو موظف میدونه که سرکوبشون کنه. در واقع مذهبی متعصب الگوی رفتاریش اینجوریه. حالا این در واقع الگوی رفتاری میخواییم در واقع یه مثال هایی بزنیم ببینیم که توی چه ابعاد دیگهی میتونه در واقع روی چه سابجکت هایی دیگهی توی چه فریم هایی دیگهی میتونه در واقع چیز بشه اتفاق بیفته. در واقع ما انسان های قابلیتی که داریم اینه که از هر چیزی میتونیم در واقع یه به نوعی شبه مذهب بسازیم، به نوعی میتونیم یه مقدس سازی کنیم، به نوعی میتونیم در واقع یه کاری بکنیم که برامون واقعا همون حالتی رو داشته باشه که انقدر تعصب داشته باشیم بهش، انقدر دلبسته باشیم بهش که در واقع رفتارهایی که از خودمون نشون میدیم مشابه با همون الگویی باشه که افراد مذهبی نسبت به مذهبشون نشون میدن. البته خب کلا بحثی که داریم میکنیم قطعا منظورمون جمع بستن نیست، ما در واقع به هر مثالی که بزنیم، هر در واقع سابجکتی که بخوایم مطرح بکنیم کلا خب هیچ قشری چیز نیستن، هیچ دو تا آدمی مثل هم دیگه نیستن، هیچ طرفداران یا مخالفان هر سابجکتی در واقع همشون مثل هم فکر نمی کنن، قطعا در واقع نمیخوان جمع بندی کنیم و همه رو توی یه قالب بذاریم، ولی
در واقع در خیلی، چون من خودم خیلی در واقع یه مرضی که دارم خیلی به چالش علاقه دارم، کلا اکثرا مواردی که اکثریت بهش اعتقاد دارن من هر یه مدت میرم یه انگولکی میکنم بهشون، یه چیزی را میندازم، یه مقدار زیادی هم فوش میخورم، ولی در واقع چیز هستش. این حالت رو میخوام در واقع چیز بکنم که من تو همیشه در از روز اولی که من توییتر مثلا تو بیوم نوشتم هیچ چیزی مقدس نیست، هیچ چیزی برای من مقدس نیست، با هر چیزی در واقع سعی میکنم هر چیزی رو به چالش بکشم، کلا هر شخصی، هر عقیده‌ای، هر در واقع چیزی، هر رفته، و اگه احساس کنم یه عده‌ای دارن در واقع یه رفتار در واقع به یه چیزی بیش از هر چیز میکنن، حتما باید برم یه چیزی بکنم بهش که در واقع ببینم چیز میشه. مثلا فرض کنید در برای مثالی که میتونم مثلا بزنم، برای مثال ما دوستان آتئیست زیادی داریم که در واقع از پرستش مثلا فرض کنید خدا و چیز اومدن کنار، ولی با فاز در واقع رفتاریشون، حالا کاری نداریم که بعضیاشون در واقع میشه گفت، ولی انتقادی هم به بعضی از دوستانه در واقع چیز سال پاس طبیعتا نمیخوام چیز کنیم، مثلا من خودم دیدم مثلا کسی رو که فرض مثلا ما میگیم اسم من آتئیسته، میاد میگه نه من خدا رو قبول ندارم فلانم، ولی از آتئیست بودن مثلا مشروب خوردنشو فقط مثلا جدا و نماز نخوندنشو در بقیه چیزاشو نگاه بکنید، عملا رفتارهای مذهبی رو همچنان داره نشون میده از خودش. مثال میزنم، مثلا فرض کنید چه میدونم به فرض مثلا پدرش فوت میکنه، میخواد ارث رو تقسیم بکنه، ماهی تقسیم ارث که میشه مثلا میگه چیزه نه خب این سهم پسر دو برابر شده، از خواهر خودش مثلا میخواد چیز کنه، حق قانونی منه. خب اگه این طور، اگر آتئیستی، اگر ضد اسلامی، اگه فکر میکنه تمام این قوانین ناقضه در واقع چیز هستش، اگه فکر میکنی اینا واقعا بده، تو به برابری اعتقاد داری، باید اینجام خودتو نشون بدی. یعنی نباید در واقع ما یه متاسفانه یه ضعفی که بعضی از دوستان دارن اینه که از هر چیزی واسه خودشون سلکشن میکنن، مثل مذهبی که واسه خودش میگه نه من این تیکاشو دوست دارم، اون تیکاشو ندارم، قرآن رو سوا میکنه میگه این آیهاش بده، اون آیهاش خوبه، نمیدونم حدیثا رو جدا میکنه میگه اینش بده اونش خوبه. متاسفانه در واقع ما به عنوان آتئیست ها باید در واقع سعی کنیم که این روند رو داشته باشیم، اگه مثلا چیز میکنیم، اگه ادعای میکنیم، تو همه چیز باید داشته باشیم، همون روندی هم که نسبت به تقدس سوزی از اسلام داریم نسبت به بقیه مطالب باید داشته، نسبت به بقیه موضوعات باید داشته باشیم. برای مثال مثلا فرض کنید یه مثال بزنم، را تو همین اواخر مثلا من از سیاست های آقای ترامپ مثلا یه بار انتقاد کردم راجع به عرض به حضور شما که مدیریت خیلی بدی که راجع به کووید داشت، که واقعا یکی که دلایلی هم که تو انتخابات شکست خورد، حمله به عزت من شد حسابی تعصبی که ایرانی ها به ترامپ دارن، واقعا من تا حالا به هیچ چیز دیگه، به کوروش هم انقدر تعصب ندارن بعضی هاشون. نه خب البته کرمیت میاد داخل توییتر یه توییت میزنه که صرفا بهش حمله بشه، یعنی با این نه در واقع خب واقعیتش من خب به خاطر اینکه چیز هست، فالوورهای من در واقع دوستان من حالا یا در واقع خیلی لطف دارن به من و عده زیادیشون در واقع من انتقاد میکنم، یا انسانهای خیلی منطقی و در واقع چیز هستن عده خیلی زیادیشون، ولی خب توی هر در واقع قشری، توی هر چیزی بالاخره یه چند تا هم در واقع چیز پیدا میشه، نخاله پیدا میشه که این وسط در واقع شلوغ میکنن و در واقع چیز میکنن و حمله میکنن. حالا نمیخوام در واقع چیز کنم، قصد در واقع به چیز من دوستان خیلی بسیار خوبی هم دارم که طرفدار ترامپ هستن، خیلی هم منطقی برخورد کردن با انتقادات و در واقع چیز این مدلی من. حالا برای طرفداری میدونید آدم با طرفداری مشکلی نداره، من خودم طرفدار خیلی هستم، از خیلی هم در واقع چیز هستم، ولی طرفداری در واقع با اون حالت مثلا دیگه پرستش نباید دیگه اشتباه بگید، باید انتقاد پذیر باشید، هر کسی قابل انتقاده، هر کسی رو باید قبول بکنید که هیچ کسی مصون از اشتباه نیست، به هر حال هر کسی چهار تا کار خوب میکنه، چهار تا کار بد میکنه، دل نداره بشین که در واقع چیز کنید، را بیفتید دنبال طرف هی ماله بکشید، مثلا بخواید سر کنید هر چیزی که میگه سعی کنید براش مثلا تفسیر و توجیه و آیه قبل و بعد و نمیدونم شأن نزول برای هر جمله طرف بسازید که بخواید در واقع چیز کنید توجیه کنید که نه 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 اون منظورش این نبوده، منظورش این بوده، ولی که مشخص که منظورش اون بوده. و هیچی دلیل انتقادی ما کردیم از ایشون و در واقع خب یه
بخش بسیار بزرگی از دوستان چیز کردن در واقع با سی ای صد رو در منطقی برخورد کردن و در واقع یه بخش خیلی بزرگشون هم خب در واقع همونطوری که گفتن دیگه منفجر شدن و دیگه و خب طبق استاندارد رفتارهای مذهبی شما مثلا به مقدسات یک مسلمان که فحش بدید برچسبش مشخصه، نمیدونم کافر بهایی زاده آلمانی نشینه، نمیدونم حروم زاده، نمیدونم فلان یه سری برچسب از قبل آماده است، شما فقط کافی دهنتون رو باز کنید مثلا به یکی از مقدسات توهین کنید، اون برچسب با بلافاصله ردیف پشت هم دیگه در واقع تو دیوار تکرار میشه، میچسبه همینجورتون و به اضافه یه سری به هر حال لطف به انواع اقسام کاراکترهای مؤنث دور و برتون. عرض به حضور شما که و خب مثلا پیروی انتقادی که مثلا کرده بودم، یکی از عکس العملی که شد واسه من خیلی جالب بود برام، یه نفر اومده بود نوشته بود که هر کس بخواد به ترامپ انتقاد کنه باید بره مثلا فرض کنید ببینه که اون زمانی که نطفهش بسته می‌شده مثلا مادرش با بقال سر کوچه مثلا چیکار می‌کرد. خب این رفتار چه تفاوتی داره با رفتار اون شیعه‌ای که مثلا میگه هر کس به ولایت علی اعتقاد نداره مثلا حرامزاده است؟ ببینید این تفاوت جنس رفتاره. خب آره ولی کریم جایوا داره سیاسه فکر میکنه درسته جا. که اشتباه این طرز حرف زدن به نظر من مسخره است، ولی خب با شیعه ها فرق داره، اینا ما رو دار نمیزنن، یعنی من خیلی بهشون میخندم، خیلی هم دوست دارم، خیلی هم منم یه مقدار کرم دارم، خیلی دوست دارم تا میبینم که این انقدر حساسیت دارن انقدر ترامپ اینا مقدس کردن، منم میرم سریع علیه ترامپ هر چی میتونم میگم که اینا هی ببینم اینا چه کنفرانسی نشه. ولی خب با اینکه رفتارشون واقع خنده داره و جالبه، به هیچ وجه من نمیتونم بگم مثلا نزدیک شیعه سنی ها یا شیعه بالاخره اینا یعنی ما سر کسی رو تالا نبریدن تا اونجایی که من البته دارم. نه کاملا حق با شماست، اصلا وارد این فاز که نمیشیم. بله خب اون که اصلا یه بحث جدا، من از جهتی در واقع رفتار دارم و قطعا بله اصلا به قول شما اصلا نزدیک چیز نیست، ولی در واقع انتقاد من از در واقع چیزایی بود، درسته که خیلی خفیفتر دارن این کار رو میکنن، ولی در واقع دارم رفتار پرستشوارشون رو نقد میکنم که در واقع ولی خب بله کاملا حق با شماست، در واقع تصادمی فیزیکی حتی اقلش چیز نمیکنن، در واقع به اون حد نیست واقعا. خب اون اینی که در واقع ما به هر چیزی که در واقع بخوایم انتقاد بکنیم همیشه در واقع اون مسلمان بول نگیرن، اون اسلام همیشه کلا اون شر اعظم در واقع تو رأس هرم اشرار وجود کاملا چیز هستش، اون به زیبایی میدرخشه، کلا اصلا چیز نیست، قابل مقایسه با هیچ چیز دیگه ای نیست. عرض به حضور شما دیگه در کل میگم این نوع در واقع چیز رو، این نوع رفتار رو متاسفانه حالا در میگم ابعاد خفیف همون رفتارهای پرستشوار به شکل خفیفی در واقع توی طرفداران هر موضوع و هر شخص و هر در واقع چیزی میشه دید، حالا نه به اون شدت به قول شما در واقع، نه به صورت مثلا بریدن سر و مثلا چیزای این مدلی، در حد همین حمله و فحش و مثلا فلان اینجور چیزا، مثلا خب خیلی راجع به هر سابجکتی که شما در واقع مثلا توییتر فارسی هم که ماشاءالله خوراکشه، شما راجع به هر موضوعی صحبت کنی رو هر چیزی دست بذاری بالاخره چند نفر پیدا میشن که یه فحشی بهت بدن، کلا به خصوص که حالا ماها که به قول شما مرض داریم در واقع دست میزنیم موضوع بحث برانگیز، حالا میخواد مثلا از چه میدونم سیاست آقای ترامپ بخواید مثلا چیز کنید انتقاد کنید، میخواید مثلا فرض کنید چه میدونم راجب مذهبی بودن مثلا آقای پهلوی صحبت کنید، میخواید مثلا فرض کنید راجب نمیدونم خانم فرانک عمیدی صحبت بکنید، عرض به حضورتون نمیدونم مثلا راجب نمیدونم از علی جوانمردی انتقاد کنید، بخواید راجب شجریان حرف بزنید، بخواید نمیدونم بگید وگن ها نمیدونم مثلا اینجوری هم مثلا پروتئین بدنشون مثلا کامل تایپ چیز نمیشه، نمیدونم بخواید بگید نمیدونم گوشی جدید سامسونگ مثلا چیز شده دیزاینش خیلی خوب نیست، بخواید بگید من پلی استیشن از ایکس باکس بهتره، پرسپولیس بد بازی کرده، راجع به هر موضوعی شما صحبت بکنید در واقع همیشه یه سری طرفدار چیز پیدا میشن، دو آتیشه یه چیز پیدا میشن که یک نوع رفتار چیز، و میگم در واقع هیچ کدوم از اینا جنرالایز نمیخوایم بکنیم که بخوایم بگیم همشون اینجوری هم چیز، قطعا چیز نیست، راجع به یه قشر محدودشون صحبت میکنیم که در واقع چیز میکنن که رفتارهای خیلی در واقع اکستریم از خودشون نشون میدن در مقابله با هر موضوعی که بخوان چیز کنن، هی یعنی همشون هم هر کدوم واسه هر کدوم از این موضوع یه سری برچسب در واقع از قبل آماده کردن ردیف
در واقع چیز میکنن، نثارتون میکنن و همهشون شروع میکنن به در واقع تقدیس کردن اون چیزی که چیز میکنه، میخواد طرفداری از یه شخص باشه، میخواد یک جامعه مصرفی باشه که از محصول مشترک استفاده، هر چیزی که در واقع بخواد در واقع ببخش نیست که بابا اکشن اگه میشه سواله سامان رو بپرش، هم خورش بادم جونش سرد شد، هم تولد هم تولد پسرش باید بره، اگه میشه دو تا سوال داشت دو تا سوالش بپرس. عرض کنم که باشه چشم، چون به حساب تولد پسرش هم هست و خورد شد چشم. حتی من نمیدونم، من اون سامان جا من امیدوارم درست بازم متوجه شده باشم و بگم. سامان میگه که من میگم چپ‌ها در همراهی عملی با اسلامگرایان هستند برای مقابله با راست و سرمایه‌داری. در چنین فضایی چگونه میتوان جلوی رشد اسلامگرایی در دنیا رو گرفت؟ البته ایشون چند تا کامنت قبلم اشاره کرده بودن که به اینکه چند سال است که فرانسه محل اقامتشون درگیر حملات اسلامگرایان است، یکی از موانع مبارزه با آنها چپ ها هستن، یعنی مذهبیون داران همکارانی هستن که در اندیشه مشترک نیستن. بله، متاسفانه در واقع کاملا حق با ایشونه و در واقع چپ ها بالا به خاطر دایورسیتی، به خاطر هزار تا در واقع چیزی که خودشون بهش اعتقاد دارن، خیلی دارن به اصطلاح پروبال میدن به اسلامگراها و عرض به حضور شما اسلامگراها دارن نهایت استفاده رو میکنن. در واقع دید خود من این هستش که مثلا خب فرانسه هم که واقعا یکی از در واقع جایی که اسلامگرایی توش خیلی شدید و در واقع خیلی خطرناک داره ظاهر میشه و خب طبیعتاً خودم در واقع چیز هست، من فرضم بر اینه، یعنی دید خود من اینه که متاسفانه اروپا و جهان مثلا دید اشتباهی نسبت به اسلام داره، فکر میکنن اسلام یه چیزی مثل مسیحیت، فکر میکنن یه دین شخصیه، فکر میکنن یه در واقع چیز هستش، فکر میکنن در واقع یه چیزی که میتونن با مسلمان مدارا کنن، مثلا یه خورده باشون را بیان بخوان در واقع چیز بکنن، اونا چیز میشن در واقع درست میشن زندگی عادیشون، در حالی که بقیه من اصلا اینطور نیست. اسلام یک ایدئولوژی توتالیتره که در واقع هر چقدر بیشتر بهش بید بیشتر میخواد. متاسفانه در واقع مجاب کردن این در واقع چیز، نشون دادن چهره واقعی اسلام به قولشون چپ ها و در واقع چیزها، خیلی کار عملا واقعا یا اگر نگیم ناممکنه واقعا خیلی مشکله. تو خود همون اروپا هم خیلی هستن سیاست مداره که در واقع دارن فورس میکنن، در واقع اسلام گرایی رو دارن پوش میکنن، سعی میکنن محدودش بکنن، سعی میکنن چیز کنن، ولی واقعا اینی که مثلا من نوعی واقعا نمیدونم ما چی کار میتونیم بکنیم. ما نهایتش در همین حد میتونیم آگاهی بدهی کنیم که مثلا خب بگیم چیز کنیم. من واقعا خودم این روند رو در واقع خیلی روند جالبی نمیبینم، به خاطر اینکه در واقع به عقیده خود من حتی در واقع ما مسلمان افراطی داریم، مسلمان میانه رو داریم، به عقیده من دوتاییشون دوتا تیغه یه قیچی هن، دوتا روی یک سکن، مسلمان میانه رو و مسلمان افراطی. به نظر من عقیده ای که دارم اینه که تو همون فرانسه مثلا اون بمبی که میذارن و میره یه نفر یه جارو منفجر میکنه مسلمان افراطی، در واقع این یه ابزاریه که مسلمان میانه رو بره با دولت مذاکره کنه، مثلا فرض کن ازشون امتیاز بگیره، اون میره مثلا مسلمان میانه رو میره از اون طرف چیز میکنه، لابی میکنه، میگه ببینید شما به اینا میگید نمیدونم مثلا اینجور و اونجور، بهشون آدم حسابشون نمیکنه، دو احساس نفر دوم جامعه بودن دارن، احساس تحقیر دارن تو این جامعه، احساس مثلا فلان دارن و عرض به حضور شما که و شما بیاید بهشون امتیاز بدید، بذارید وسط خیابون نماز بخونن، بذارید نمیدونم مسجد بسازن، بذارید کارخونه گوشت حلال دارید بکنن، بذارید نمیدونم مثلا فرض کنید از اون پخش بشه از نمیدونم مسجد ها، در واقع اینجوری بذارید نماینده هاشون برن توی مجلس، بذارید نمیدونم و اینجوری امتیاز میگیرن، میگن این کارا رو بکنید ما باهاشون صحبت میکنیم، ما باهاشون چیز میکنیم، مذاکره میکنیم که دیگه نکنن این کارا رو، بذارید بهشون بها بدید، بذارید این کارا رو نکنن. هر یه مدت این کارو میکنن، در واقع این سیستم رنسام، این باجگیری که در واقع چیز میکنن، یه مدت دیگه شما یه مدت به اینا بها میدید و در واقع چیز میکنید، میذارید چهار تا امتیاز ازتون میگیرن، فردا دوباره به محض اینکه امتیاز جدید میخوان سه تا بمبگازی انتحاری، سه تا مثلا مو انفجار، سه تا الله اکبر، چهار تا جا دیگه میتره که در واقع دوباره مسلمان میانه رو در نقش منجی و در نقش مثلا چه نه خیلی کار بدی کردن، اینا خیلی مثلا آدمای بدی هستن، اینا میرن در واقع. این متاسفانه این روند همینجور ادامه پیدا کرده در طول سالهای اخیر و همینجور نگاه بکنید به خصوص مثلا تو همون فرانسه، واقعا بزرگترین قربانی
اروپای اسلام به نظر من فرانسه سالی به اسپانیا و ایتالیا هم کشیده میشه و متاسفانه حتی داره به کانادا کشیده میشه. همینجوری کل دنیا رو دارن با همین روند چیز میکنن میگیرن و من آینده خیلی واقعا جالبی نمیبینم در واقع برای این سیستم. و این واقعا به نظر من بزرگترین نگرانی که شاید مثلا 100 سال دیگه 150 سال دیگه باید داشته باشیم که وقتی چون مسلمان هم که ماشاءالله هر کدوم 6 7 تا بچه میارن، اروپایی هم که اونقدر نرخ تولد مثلشون بالا نیست، به مرور زمان اینا همینجور در واقع تکثیر خواهند شد، اونا چیزتر خواهند شد. اینا در واقع وقتی نصف به اضافه یک جمعیت رو داشته باشن میتونن در واقع خیلی راحت در واقع چیز بکنن، اصلا قانون‌ها رو به نفع خودشون تغییر بدن. نه همینجور دارن آروم آروم سناتورهای تحت عنوان دایورسیتی دارن سناتور مسلمان میفرستن تو مجلس همه کشورها، اینا دارن همینجور آروم آروم نفوذ پیدا میکنن، شهردار لندن مسلمان میشه، نمیدونم دونه دونه هی دارن چیز میکنن، آروم آروم نفوذ میکنن و به تدریج میتونن خب وقتی به اندازه کافی نصف اضافه یک جمعیت رو داشته باشن، میتونن نصف اضافه یک مجلس رو داشته باشن، میتونن قوانین رو عوض کنن، میتونن کانستیتوشن رو عوض کنن، میتونن آروم آروم اصلا کلا کشور رو تبدیل کنن به یک کشور اسلامی، میتونن در واقع واقعا دوباره یه بار دیگه اروپا رو بگیرن که در واقع چیز کنن. واقعا من آینده خیلی جالبی و وقتی به اون زمان برسه دیگه خیلی دیر شده برای اینکه بتونید در واقع اروپا رو نجات بدید. فقط مجبورم جوشن تماشا بکنم از بین رفتن دنیایی که ساختن رو چیز کنم. بخش شما میگین مسلمانان اروپا رو میتونن بگیرن، یه روزی اینو داشتی میگفتین الان؟ من میگم با این روند اگر ادامه پیدا کنه به عقیده من تا 200 سال دیگه واقعا چیز میشن اینا، چون اروپا نرخ زالد بعدشون کمه. متاسفم من خیلی بد بینم. نه تا همچه اتفاقی نمیفته. اینا اکثر کسایی که اینا تعداد کسایی که دینشون از دست دارن میدن خیلی سریعتر از زاد و چی گفتین؟ زاد و چی؟ زاد و بلد. بله تولد زاد و بلد. بله آره یعنی این اتفاق نمیفته، شما نگران این نباشید. ما شما نگاه کنین که جنریشن چی میشه فارسی؟ نسل دوم به سوم که برسه، اینا تو محیط های جدید تاثیر خیلیشون تاثیر اسلام رو زندگیشون کم رنگ تر میشه و تعداد کسایی که اصلا اسلام رو ول میکنن خیلی زیاد میشه. شما مثلا الان تو اروپا مقدار این کنتره به خاطر اینکه مسلمان‌ها از بقیه جامعه مقدار جدان، ولی وقتی که آروم آروم اینا تا ابد اینقدر جدا نخواهند بود. تو آمریکا اگه نگاه کنی نسل دوم فقط بالای 25% اسلام رو ول کرده. نسل دوم، شما فکر کنید نسل سوم و چهارم اینا دیگه چقدر شدید خواهد بود. اروپا هم اینطوری خواهد شد، نه تنها اروپا و آمریکا اینطوری خواهد شد، ایران 40 و نزدیک 50%. بله ایران که خب خیلی به خاطر در واقع حکومت اسلامی هم خیلی تشدید شده این وضعیت. آره یعنی اون آره، ولی خب تو عربستان هم اگه نگاه کنیم خیلی مثلا درصدها خیلی بالاتر از اونی، حتی تو عربستان درصد خیلی بالاتر از اون چیزی که ما داریم فکر می‌کنیم. یعنی من نمیگم اسلام کاملا حذف خواهد شد به زودی، ولی خیلی کم رنگ خواهد شد، نه فقط تو کشورهای غیر اسلامی، حتی تو یعنی مشکل، یعنی ما مشکل با ما نخواهد بود اینکه مثلا اسلام بیاد اروپا رو بگیره، مشکل با کشورهای اسلامی خواهد بود که اونا اصلا اسلام رو تو خود کشور اسلامی نخواهند توانست نگه داشتن. دیگه نگران این که بیان کشور غیر اسلامی رو مسلمان میکنن و شما من فکر کنم مثلا اونا باید نگران باشه، ما نباید نگران باشه. درسته. اوکی خب من واقعا امیدوارم که حق با شما باشه. یه مقدار من خیلی بدبینم کلا، یه مقدار کاراکترم در واقع چیزی هست که نسبت به همه مسائل یه مقدار با بدبینی نگاه میکنم. حالا ببخشید من واسه صحبت کردم. نه آمار طرفدار منه، آمار طرفدار نظر منه، ولی من نگرانیمون این نیست که اسلام از بین خواهد رفت یا نه. ما نگرانیمون اینه که چرا زودتر نمیشه. میدونید درسته. یا قرار 500 سال دیگه اتفاق بیفته این یا 100 سال دیگه؟ یعنی من میخوام بجای که 500 سال منتظر این باشیم فقط 100 سال منتظر این چیزی باشیم. من نگرانیم اینه. بله یعنی پایان رو شما در واقع قطعی میدونید، فقط در واقع زمانش در واقع چیز هستید. خب ما که آرزومونه که در واقع این اتفاق بیفته در قطعا.